برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده که از آغاز ژانویه تا 20 ژوئیه سال جاری میلادی حدود 40,000 مورد مشکوک سرخک و 170 مورد مرگ ناشی از آن در سراسر افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، از میان موارد مشکوک سرخک حدود 32,000 نفر کودکان زیر 5 سال هستند. سازمان جهانی بهداشت گفته است که آمار این بیماری بیشتر از سال 2023 و میانگین 2 سال قبل است. گروه بین المللی حقوق مهاجران اعلام کرد تا کنون بیش از 30,000 مهاجر در دریای مدیترانه هنگام تلاش برای رسیدن به اروپا ناپدید یا کشته شدند. از سوی دیگر، دیدبان بین المللی دریا سیاست انزوا طلبی اتحادیه اروپا را عامل افزایش تعداد کشته ها می داند. این سازمان در صفحه خود در پلتفرم ایکس نوشت: تعداد موارد گزارش نشده از کشته ها در ته دریا پنهان هستند. در همین راستا، اتحادیه اروپا با اعمال اقداماتی به منظور جلوگیری از مرگ و میرهای مهاجران غیرقانونی گفت: ما خواستار عبور امن و آزادی برای همه هستیم. علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، روز گذشته با انتشار تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت 72 فرد مظنون به همکاری با گروه سنی‌های تندروی داعش در 13 شهر ترکیه خبر داد. یرلیکایا همچنین نوشت: ما هیچ تروریستی را در کشور تحمل نخواهیم کرد. ما فقط یک هدف داریم، بدون توقف و با حمایت شما مردم ترکیه تا جمع‌آوری آخرین تروریست مبارزه می‌کنیم. آژانس پناهندگان سازمان ملل در یمن می‌گوید در پی واژگون شدن یک قایق حامل 45 پناهجو در سواحل تئز در این کشور، تنها 4 نفر زنده ماندند. گفته شده که این حادثه به دلیل وزش بادهای شدید و همچنین ظرفیت بیش از حد قایق اتفاق افتاده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل اظهار داشت: با سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به بازماندگان این حادثه و ارائه اقدامات بشردوستانه لازم همکاری می کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طی بیانیه ای روز گذشته اظهار داشت: پس از 15 ماه جنگ، طرفین متخاصم سودان باید این تراژدی خشونت و بحران انسانی را متوقف کنند و پای میز مذاکره بیایند. بورل در ادامه افزود: اتحادیه اروپا آماده است تا از همه تلاش ها برای پایان دادن به جنگ، از جمله مذاکرات آتش بس برنامه ریزی شده توسط ایالات متحده به میزبانی مشترک سوئیس و عربستان سعودی که قرار است در 14 آگوست برگزار شود، حمایت کند. شایان ذکر است جنگ در سودان در ماه آوریل 2023 پیش آمد که تاکنون موجب کشته شدن نزدیک به 16,000 نفر و آواره شدن میلیون ها انسان شده است. بر اساس مطالعات جدید دانشمندان، مواد معدنی در اعماق اقیانوس ها اکسیژن سازی می کنند. اندرو سویتمن از انجمن علوم دریایی اسکاتلند که این مطالعه را راهبری می کند، در بیانیه اظهار داشت: این کشف پیامدهای فراوانی برای درک ما از اعماق اقیانوس و اکولوژی آن دارد. دانشمندان معتقدند موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند ممکن است به اکسیژن این منبع تازه کشف شده وابسته باشند. کرار محبوبه، معاون استاندار نجف اشرف، با تیم داوطلب المختار در مورد سازوکارهای آمادگی طرحی
که توسط شورای حفاظت و بهبود محیط زیست برای کاشت 1,000,000 درخت طی 2 سال راه اندازی شد، بحث و گفتگو کرد. کرار محبوبه در این دیدار با تأکید بر اینکه این طرح با هدف ارتقای زیست محیطی در این استان انجام می شود، خاطر نشان کرد کاشت 1,000,000 درخت در بازه زمانی حداکثر 2 سال گام مهمی در راستای تحقق این هدف است. این گام در چارچوب مجموعه ای از اقدامات استانداری نجف اشرف برای بهبود محیط زیست و حفظ تنوع زیست محیطی که مستلزم همکاری مشترک نهادهای جامعه مدنی، تیم‌های داوطلبانه و همه مردم می باشد. آستان مقدس علوی در آستانه ایام اربعین حسینی دوره اول برنامه خدماتی نخبگان فاطمی را آغاز کرد. گفته می شود این برنامه شامل کارگروه های آموزشی فشرده با هدف آماده سازی نیروهای حرفه‌ای برای خدمت رسانی در ایام اربعین حسینی می باشند.